حافظ رو داریم. سعدی یکی از ناقدان بزرگ اسلام سعدی است. با هر حکم ضد بشری اسلام سعدی یک داستان شیرین ساخت. در باب همین حکم فضولی بیمزه خنک بیهوده که نهی از منکر کنید و نمیدونم چه، یعنی فضولی کار مردم دیگه، اون داستان زیبایی رو آورده که میگوید که من رفتم به یک جایی، دیدم یک دختر زیبایی بود، خیلی خیلی زیبا، ناگهان یک مرد سیاه پوست بسیار کریه المنظر اون رو در آغوش گرفت و من نتوانستم تحمل کنم. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ که ای ناخدا ترس بینام و نمیگی، زدم و سیاه فرار کرد. بعد این دختر یقه من گرفت و ای فلان شده یه فلان ابن فلان ابن کذا و کذا، من یک عمر منتظر این مرد بودم، تو گرماگرم از آغوش من او رو به در کردی. سعدی میگوید بنابراین اینو بوده ناقابل هر چیز ضد بشری. بنابراین سعدی به گونه ای نقد میکنه با بیان لطیف و داستانهای زیبا و زبان بی نظیر تا برسیم به احمد کسروی و این ترند به قول معروف این رشته و این سلسله رو ما از ابتدا عبدالله ابن مقفع داریم در نقد اینها تا به امروز. و ایران تنها کشوری است که با این نبرد کرده در منطقه با شمشیر و با قلم مقابل این آیین بیابانی و نمایندگانش ایستاد ایرانی. و بعد حتی اختراع تشیع، اختراع تشیع یک ابداع بوده، یک ابداع ضد اسلامی بوده. ما این کار کردیم که هویت ملی رو حفظ کنیم و در مسیر اسلام مستقر نباشیم و در واقع رنگ آیین عربی نگیریم. این اختراع خیلی نبوغاسای بوده که گرت برداری از آیین باستان بوده. ولی همین اختراعمون امروز گردنمون بله به صورت دوال پا شده. بله 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 درست قبول میکنم، خودمون رو خفه داره میکنه. بله بله امروز ما رو داره خفه میکنه، امروز یک دوال پای شده که گردن ما رو میگیره. اما اینها هرگز نه فکر میکردن، نه ارزه اون رو داشتن، نه تفکرش رو داشتن، نه لیاقتش رو داشتن، نه اینا مردم در ردیف گدایان بودن. اینها و گداها، گدا و آخوند و اینا یک درجه بود. پنج تومن میدادی من روزه میخونه میرفت دنبال کارش. نبوده بنیاد سیاست در مملکت ما در روزگار گذشته سبب شد که این خلأ اینجوری به این وجه این عرض میکنن داستان پیش بیاد. و اگر این سر نقد دین، امروز بسیار هستن ناقدان دین، امروز قلم ها آزاد شده، اینها بررسی شده. و یه علتی که مسیحیت محترم مانده این آخوندهای ما در قوم و جاهای دیگه مفخوری میکنن و امروز خوشن، فردا خوش نخواهند بود. اینا اگه به این اسلامشون و این چیعشون و این دستگاه ابو عبدالله الحسینشون اینها معتقد هستن که این باید بماند، بایستی بیرون بکشن از این قضیه پاشون رو، از این داستان دایره سیاست و آدمکشی و جنایاتی که میکنن، وگرنه این آینده‌ای نخواهند داشت آقای فروزنده در مملکت ما. و اسلام عزیز چون اجازه نقد نداده، اجازه بررسی نداده، همچنان خشک و جامد مثل روز اول باقی مانده. علت که مسیحیت توانسته محترم بماند دو چیز بوده، یکی درش نقد شده از روزگار لوتر، یکی هم این که از سیاست کنار گذاشتن. حتی آمریکایی‌ها انقدر بزرگوار بودن که در تعریف سکولاریسم گفتن ما جدایی دین میکنیم از حکومت برای احترام و پاک داشتن دین. بزرگان مسیحی هم کمتر از اینها جنایت نکردن در قرون وسطا که من شما داریم. من شما عرض میکنم هزار برابر اینا جنایت کردن. اینا قرن پنجم، یعنی از روزگاری که کار به دست کلیسای روم افتاده تا رنسانس و بعد، اینها جنایاتی کردن که این آخوندها به خوابم نمیبینن، باور کنید. یعنی میخوام من به شما اینو بگم، حماقت و سفاهت این آخوندها، آخوند مسیحی، حاخام یهودی یا آخوند شیعه، همه فرق نمی کنه. یک موش از کره در یک کشتی حاوی طاعون آمده است به اروپا. آمده اروپا سابقه طاعون نداشته. بیشتر از 60 میلیون اروپایی بر اساس طاعون از بین رفت. اینا چه کردن؟ کلیسا اول یهودی ها رو متهم کرد. شروع کردن گردن زدن یهودی ها. دیدن طاعون رو هرمش. جیپسی ها. یه عده جیپسی هستن. دورگرد کولی ها. بعد گفتن تقصیر این زنه، زنها از میکنم از روح شیطان هستن، از دنده چپ نمیم چی، از این مزخرفات لاتایر. 500 هزار زن در اروپا به قتل رسوندن، در مقابل کلیسا آتش زدن به جهت این گفتن شیطان رو، دیول رو فقط به آتش میشه نابود کرد. این است که اینا اینقدر احمق بودن واقعا و ابزار شکنجه هاشون هنوز هست، هنوز هست. یعنی اگر کسی یه سخنی میگفت که کوچکترین در
اختلافی داشت با همین کتابشان، او رو یا میکشتن به سیاهچال میانداختن شکنجه میکرد. آقای مشیری، در خلال فرمایشاتون اشاره کردید که تشیع یک دین ایرانی است، اختراع ایرانی است برای مقابله با اسلام، و من از حضورتون این نکته رو مطرح کردم که این الان گریبان خود ما رو این تشیع گرفته، درسته؟ بله، اجازه بدید پس توضیح بدم که بعدش تو تفاهم نشود که ما چه گفتیم. ببینید، شیعه اساساً یعنی پیرو. ابن خلدون به ما میگوید که شیعه یعنی پیرو، یعنی در روزگاری که شیعیان علی بودن، شیعیان عثمان بودن، شیعیان معاویه بودن، یعنی کسانی پیرو بودن. اما انقدر این شیعیان علی اصرار ورزیدن که این شیعه که یک اسم عام بود، نکره بود، تبدیل به اسم خاص شد. یعنی ما میگیم شیعه، میدونیم کیو داره صحبت میکنه. البته بگذاریم که 124 نوع شیعه بعد به وجود آمد، اما این دوستان علی 3 تا 4 نفر بودن، اونهایی که در از بزرگان بودن، از صحابه بودن. اینها مقداد بوده است و عرض میشود که سلمان بوده است و یکی دو نفر دیگه. دوستی نداشت علی، اما در کوفه و در بصره با اینها فقرا بودن، اسرا بودن. اینها در واقع بیزار بودن از حاکمان عرب. اینها گفتن ما طرفدار حاکم معزول هستیم. اینا نخستین شیعیان پیروان هستن. بنابراین اندیشش عربیه در اصل ابتدا، یعنی طرفدار علی و بچه‌هاش بودن. بعد اما ساختار فکریش رو ایرانیا تکمیل کردن، خاندان نوبختی، خیلی از شیعیان ایرانی و گسترش دادن و در ایران زمین‌هاش گسترده شد. ابتدا شهرهای قم و کاشان رو عرض می‌کنم داریم و در شمال سبزوار رو داریم و مازندران رو که در شهر شیراز، و بعد از روزگار صفوی هم به واسه اون زمین‌هایی که بود و اینها یک سره ایران چیه شد. اما این شیعه پناهگاهی بوده که ایرانی بتواند تفاوت کند در نگاهش به اسلام با اون عرب عربستان سعودی. این است که این رو یک نوع تحریف دین میشناسن. به عنوان مثال همین اشهد ان علی ان ولی الله، علی کی بوده که کسی اسم رو در اذان بیاره موقع مناجات؟ اصلا چنین چیزی نزد آدم سنی غیر قابل قبوله، چون میگه این سنت رو محمد گذاشته. از آن به بعدی که محمد گفته بود و بلال حبشی میخوند و گوش مسلمان میدار کرده، اون بود. چون علی ان دو بار ولی الله، علی ان حجت الله، هر چی خواستن کرده. بنابراین یا فرض فرمون در موضوع همین سیغه بسیار متنفرن اهل تصنع از این متعه، یا در مورد تقیه که این دروغه، یعنی دروغ جز دینش هست، اینا چیزهاست که ایراد میگیرن. یا خمس چیز بسیار حرام و کثیفیست. آقا خمس یعنی یک پنجم مال دزدی رو میتونید شما خمس کنید. کمون که عرب که دزدی میکردن دستور آمده بود که یک پنجمش بدن به خدا، خدا چون نمیخواد بدن به رسول. ها، این خمس بوده، مال مفت. خمس به مال مفته، نه مالی که با عرق جبین کردی. یعنی کجا میشود که 21/5 مال تو به کسی بگه؟ چقدر منفعت میکنی یه پنجمش به آخوند بدی. بنابراین این چند مورد هست که اهل تسنن بیزار هستن. اما ساختار این تشیع که مبتنی هست بر امام غایب، این عرض کنم که آیین زرتشت هست چنین چیزی. آخرین سوشیانس میگوید از دریاچه بروز میکند و ظلم رو همیشه نابود میکند. این رو انداختن به چاه، چون در منطقه دریاچه نبود گفتن در چاه بوده. اینه که کتاب ها هست مثل فضائل الروافض و اینها که میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است. البته با زبان تلخ و توهین میگه دیگه، همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفس به در آورده. اینا رو علمای سنی به علمای شیعه میگفتن، با علمای شیعه. امروز همون که فرمودین ما رو داره خفه کرده. یعنی ببینید، توهینی که به ایرانی نشده نبوده، تحقیری که از ایرانیان کردن اینها بدتر از اون نمیشود کرد. جنایاتی که در حق بچه های ایران کردن از اون بدتر، خفقانی که اینا ایجاد کردن از اون بدتر نیست. و اینا درست همون کار اسلام رو کردن، فرمول اسلامه. حالا عرض میکنم اینا کار دیگه. ببینید اسلام که اومده چیکار کرده؟ دست دزدان رو در دزدی باز گذاشته. شما در اطراف مدینه دزد انفرادی بسیار بوده، وقتی اسلام اومد دیگه یک دوز انفرادی هم پیدا نمیشد، چون همه دست جمعی شده بودن. ها، هیچ کس از کسی نپرسید حالا که داری مسلمان میشی سابقت چیه؟ آیا آدم کش بودی؟ متجاوز بودی؟ تا اونجا که شما شمشیرت میبری در اختیار اسلام میذاشتی خیلی خوب بودی، جان بهتون بهش بود. آخوندم همین کاری کردن. وقتی جنگ چیز شد،
همین جنگ متاسفانه جنگ ایران و عراق و اینها، اینا که باقی مونده بودن دور خودش جمع کرد، سپاه پاسداران اینا درست کرد و بسیج. این مملکت مال شماست، دست شما بازه به مال و جان و ناموس این مردم. آخه شما دیدید که یک سازمان ارتشی کنترات نفت هم داشته باشه، لوله کشی هم بکنه، ساختمان سازی هم بکنه. اینا تقسیم بندی کردن بین این اجامر و اوباش، این رؤسای سپاه پاسداران، اینا جنایتکاران هستن و امیدوارم یک روزی ما اینا در محاکمه ببینیم که گریه بکنن و بگن تقصیر ما نبود، مثل نازی‌ها تقسیم کردن به اینا. عین داستانش، شما نمیتوانید به یه آخوند رو متهم بکنید تجاوز کرده، فیلمش هم هست، شاکی میره شاکی رو میزنن به آخوند مقام میدن. یعنی چی؟ همون رفتاری که با موالی و نوکران میکردن عرب، موالی ایرانی که حق نداشت از آقای عرب شکایت کنه به جایی که میزدنش مردک برو گرت گم کن تو زعیم عرب چه میخوای. داستانی که ما نشون دادیم که این آقا زن آقا رو آورده در منزل مقابل فیلم ریپ میکرد، بهش تجاوز میکرد، در واقع آخوند رو این مقام دادن. در دانشگاه ارومیه بود، کجا بود که یکی از این اساتید آخوند زنجان بود، بهش مقام دادن، دانشجو رو زدن. یعنی رفتارشون مثل با کمتر از انسانه، یعنی ما ایرانی ها کمتر از انسان هستیم، اینا وارث سنت رسول هستن و عرض میکنم که نماینده الله هستن، نماینده امام زمان. آقای مشیری، شاید این تجاوزهای دست جمعی که این روزها در ایران هم باب شده، بله، به زنها و دخترهای مردم، این هم یه حکم شرعی داره. بله. ببینید، ما خبر نداریم، آرام آرام توسط مطلعین بیرون میاد. ببینید، ما در اسلام واژگان ضد بشری داریم که همون صدر اسلام اختراع کردن. ببینید، کافر یکیشه آقای گرزنده، کافر یعنی شما یا مسلمانی یا علل اطلاق کافری. کافر خونش نجسه، مالش حلال. اینا کافر کتابی داریم، کافر حربی داریم، اینا رو باید بدانیم. ببینید، کافر کتابی مثل یهودی کافره، اما خب کتاب داره. زرتشتی کافره، اونم زرتشتی هم در واقع تبصره گذاشتن، کتاب داره. مسیحی کافر هست، از کافر بودن شکی نیست، ولی کتاب داره. حالا که کتاب داره، ما چه رفتاری میکنیم باش؟ به ما جزیه میده، باج دین میده به ما، بخواد مناسک دین مراسم دینش رو باید کنه، باید به ما باج بده. این یه کافره. کافر حربی داریم، مثل کیا؟ مثل هندوا، مثل شینتو ریلیجن، تمام ادیان چینی و اینا کافر. اونا ما باید بکشیم، اونا رو ما مسلمین بهاییت هم جزء ایناست دیگه. بهایی که بله دیگه، فرقه زاله بهایی میگن. اتفاقا اینا نفرتی که از بهایی دارن هیچکی ندارن. میدونی چرا؟ چون دکان تعطیل، با آمدن بهاییت دکان تعطیل. گفت آقا امام زمان تمام شد دیگه، دکان آخوند. بنابراین این دکان قدیم تعطیل میشد با وجود ادعای که صدر امام. بنابراین بیشترین نفرت رو اینا از بهایی دارن، میگن فرقه زاله بهاییه، چون دکان ما رو شکم ما آقا، اینا شکم پرست و دنیا پرست و طماع هستن. اینا میخوان مردم رو غارت بکنن، بخورن آخوندها، تحمل بهایی میکنن. پس بهاییت در واقع یه خدمت بزرگ هم کرده، بسیار بسیار بزرگ. با حل مسئله امام زمان یک مشکل بزرگ از سر مردم ایران من برداشته. فکر میکنم اگه همه مردم ایران بهایی شده بودن خیلی چیز خوبی بود، چون در بهاییگری آخوندم نه، من مبلغ بهایی نیستم، اما خیلی هم ایراد دارم به این حرفای سید علی محمد باب و بهاءالله و اینا رو من گفتم، میدونن هموطنان، بنابراین ما بچه‌اش نزنیم. ولی این نکبت غلیظ که همین آخوندی شیعه هست، این بسیار بسیار روشنفکری ایجاد کرد. همین جمهوری سید علی محمد باب، بسیار وطن دوستان و متجددین از این زمینه بیرون آمدن که در مشروطه خود خدمت کردن. بهایی نه ها، بهایی چیز دیگری است که ما گفتم ما وارد سیاست نمیشیم. یا آقا پدر جان، تو اینجا هستی به خاطری که سیاست، یعنی تو اصلا وجود سیاسی اینجا، چطور وارد سیاست نمیشی؟ میدونی بابی خیلی خدمت کردن، بهایی ها تن زدن از کار وطن، چون جانشون در خطر شاید در ایران. میدونی الان 7-8 نفر بهایی رو گرفتن به جرم های بیهوده و واهی، جاسوس اسرائیل. آقا یه باش آدم بیچاره سلیم و نفس آدم های حسابی داشتن، چون یقشون رو گرفتن، چون کینه و نفرتی که اینا از باهایی دارن اصلا یه چیز غریبیه، اصلا قابل حل نیست. نه اصلا قابل حل نیست، اصلا خاصیت بشنوه. بنابراین واژگان ضد بشری اسلامی که دوتا نیستن آقای فروزنده، کافر، ملحد، مرتد، زندیق، باقی، یاقی، عرض کنم محارب و خدا، مفسد و فلعرض. بنابراین مثلا باقی از بقیه، نه باقی، اینا اومدن برای مجاهدین حکم بقی، باقی ترکن. باقی یعنی که شما میرسید اینا بزنید و بکشید و به زنانشون تجاوز کنید، مادران رو جلوی پسران بزنید،
پدران رو جلوی بچه‌ها تأخیر کنید، بزنید زخمی‌هاشون رو به بیمارستان نبرید، انقدر بزنید که بمیرن. و وقتی هم که مردن، حکم خمینی است که گو اینا رو خوراک سباه کنید، پرت کنید در بیابان‌ها جانوران بخورن. رفتن گفتن امام ما اینقدر جانور دور تهران نداریم پلنگ و شیر که جسدا رو بخورن. گفت خب خاک کنید، اما نگذارید که یاد بودی سنگ قبری بر این باشد. اگر که صاحبان جسد در واقع کارشون در تعمیر این قبر مکرر شد، با بولدوزر چیز کنید و قبر آتش بزنید. این حکم باقیه.